نشست اعلام معافیت و تخفیف جدید مالیه ثابت اصناف در پایتخت. در این نشست مسئولان بلندپایه امارت اسلامی میگویند که معافیت و تخفیف مالیه با دستور رهبر امارت اسلامی برای کسب‌وکاران و دکانداران کشور پس از این عملی خواهد شد. بر بنیاد این فرمان تا 2 میلیون افغانی فروشات اصناف در کشور تابع پرداخت مالیه‌دهی نیست، اما به هر اندازه‌ای که از 2 میلیون افغانی فروشات بیشتر صورت گرفته باشد پرداخت 0.3% مالیه حتمی شده است. اگر کسی 4 میلیون سالانه فروشات داشته باشد 2 میلیون از مالیه معاف است، اما 2 میلیون اضافه ازی تابع مالیه می شود 0.3%. خود از دیر زای ارون پمیل دستور که وای سو مالیه دیست پر مک بندر اروانی دیست سو مالیه دیست لمک سخت لیکیگی گوری پدی بندی دی طول مسئولین دیم سر پخلاس کی دستنا پا والا دیم سر پخلاس کی نورس خلق دیم سر پخلاس کی مالیه پا کال کیه وار مالیه دا. در همین حال سرپرست وزارت های اقتصاد و صنعت و تجارت ایجاد سهولت مالیاتی بر اصناف را در پیشرفت اقتصادی کشور اثرگذار می دانند. به گفته این مسئولان این تسهیلات مالیاتی برای اصناف در حالی به وجود آمدند که هیچ نوع کمک خارجی برای تقویه بودجه ملی وجود ندارد. بدون تکس، بدون مالیه، بدون عواید و بدون خدافیس خدماتی که از تمامند اصناف گرفته میشه، از سکتور خصوصی گرفته میشه، از اتاقا مخواهش میکنیم گرفته میشه، بدون از این حکومت چلاندن در یک مملکت ناممکن است. معافیات یا تسهیلات در وقتی می آید که امارت اسلامی هیچ نوع کمک خارجی را دریافت نمی کند. همزمان با این برخی از مسئولان در امارت اسلامی می گویند که در 3 سال گذشته رهبر امارت اسلامی تلاش کرده است تا برای دکانداران و کسب‌وکاران سهولت های لازم را فراهم سازد. اسلامی امارت هر اقدام تکسلی زیر سی اغا نه نمایشی ده، نه تشریفاتی ده و نه پرمایشی ده، بلکه اغا واقعی ده. داد موجوده حالات و تقاضا او اجابات دی. موږ د نظام چې دا اوسنی پالیسی ده چې ورځ تر بلې مالیه کمیږي کمیږي، دا پالیسی د یو دیانت په خاطر ده، دا د دې نظام د داعیه په خاطر ده چې نظام اسلامی دی. ما هم در قسمت اظهارنامه خود، در قسمت مالیه دهی خود واقعیت ها را در نظر بگیریم. مالیه به حد اقل آمده، ما هم چیزی که فروشات میکنیم از روی واقعیت باید اظهار بتیم. وزارت مالیه آمار میدهد که در سطح کشور 206 نوع صنف که شامل کسب‌وکاران و دکانداران میشوند فعالیت دارند. این وزارت از همه اصناف میخواهد که مالیه خود را در زمان معین بپردازند.